بله دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم. ساعت 5:26 روز سه‌شنبه 5 آوریل از رادیو آرینا برنامه عصرگاهی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه از تورنتو کانادا. و همونطور که بهتون وعده داده بودیم، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای منصوری که کارشناس امور مسکن و املاک و مستغلات هستند، و از ایشون دعوت کردیم که مهمان برنامه ما باشن و افتخار بدن راجع به قضیه کووید 19 یه مقدار توضیح بیشتری بدن و تأثیراتش بر روی بازار ملک و املاک. سلام آقای منصوری، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و ارادت داریم خدمتتون. حالتون چطوره؟ قربان شما، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز، باعث افتخار در خدمتتون باشیم. بنده هم عرض سلام دارم جناب آقای منصوری، امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید و مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط برنامه ما هستید. سپاسگزارم. خب جناب آقای منصوری، اگر که صحبتی دارین در ابتدا بفرمایید، در این صورت که ما سوالات رو آغاز بکنیم. استدام کنم. نه، اولا که بی‌نهایت سپاسگزارم از وقتی که شما در اختیار من گذاشتین و از اینکه بتونم در خدمت دوستان باشم. شاید بتونیم یه راهنمایی بکنیم که بچه‌ها بتونن تصمیماشون رو بهتر بگیرن، چون همونجوری که خودتونم فرمودین و تماسایی که بینندگان و شنوندگان با شما داشتن، من خودم هم از طرف دوستان و کلاینتام تلفن زیاد میگیرم که میخوان بدونن شرایط چجوریه و چه عملی باید انجام بدن، صبر کنن برن توی بازار برای فروش یا برای خرید. و این سوالیه که خیلی مهمه، الان اگه آدم بتونه کمکی بکنه باعث افتخاره. در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از شما. خب جناب آقای منصوری، ما یه تعدادی سوال دریافت کردیم، حالا اگر شما خودتون توضیحات بیشتری میدونید که سوالی در رابطه پرسیده نشده، حتما بفرمایید که دیگران هم استفاده بکنن. اولین سوالی که خیلی تکرار شده بود این هست که شرایط بازار املاک، حالا آپارتمانی و ویلایی، چه تغییری کرده و تاثیر این کووید 19 بر این مجموعه چه بوده؟ ولی تاثیرش که خیلی قابل ملاحظه بوده. امسال قرار بود سال بسیار خوبی باشه برای ریال استیت، شروعش هم خیلی شروع خوبی بود. من خودم انتظار داشتم جزو سالهای بسیار پرتحرک باشه. در واقع ژانویه که رشد مارکت شروع شد نسبت به سال قبل، ما 14.8% ژانویه، ماه ژانویه پارسال بهتر بود، ولی فوریه نسبت به ژانویه یه دفعه 31% جامپ داشت، فقط نسبت به ژانویه 45.6% بالا سال پیش بود، که یعنی فوریه سال پیش، که نشون میداد بسیار مارکت اکتیویه. البته این میزان سل خرید و فروش دارم عرض میکنم، نه قیمت ها. و سر همین ما پیش بینی که داشتیم به نظر میومد داره خوب پیش میره، تا اینکه مارچ شروع شد و مارچ خودش به تنهایی نیمه اول مارچ مارکت 48.6% از مارچ پارسال بهتر بود. و نیمه مارچ که دیگه این برنامه کووید 19 یه ذره جدی شد و مسائل حرکت دولت‌ها انجام شد و که تو خونه بمونیم و قرنطینه رو رعایت کنیم و مسائل، یه دفعه یک دراپ قابل ملاحظه توی مارکت شد که نیمه دوم نسبت به پارسال رشد 10.5% بیشتر بود. بعد هنوز نسبت به پارسال بهتر بود، ولی اصلا قابل مقایسه با نیمه اولش نبود. بعد قیمت‌ها هم رفته بود بالا. قیمت‌ها در واقع توی ماه مارچ، نیمه اول مارچ، ما این سی حدود 16.5% رشد قیمت دیدیم نسبت به سال گذشته، نیمه اول مارچ سال گذشته. ولی بعد قیمت ها تو نیمه دوم نبوده 5% دراب کرد، یعنی نیمه دوم تقریبا 10% بیشتر سال پیش بود. و توی اپریل قیمت ها رفت پایین، حدود 1.8% کل قیمت ها نسبت به پارسال کمتر شده بود و بیشترش هم مربوط به خونه های دیتچ می شد. یه چیز جالبی که بخوام خدمتتون عرض کنم، اون دو سه ماه اول یا دو ماه و نیم اول که مارکت داشت رشد میکرد، بیشترین رشد ما توی خونه‌های دیتچد میدیدیم، ولی بعدش هم که دراپ کرد، بیشترین دراپ رو توی خونه‌های دیتچد دیدیم، تو قیمت خونه‌های دیتچد. یعنی خونه‌های دیتچد شما میتونم بگم یه چیزی حدود تقریبا 8-9% دراپ توی قیمتاش میدیدیم. و یه چیزی که خیلی دوستان از خودم سوال میکردن و احتمالاً دوستان شنونده و بینندمون دوست دارم بدونن اینه که این قیمت رو آیا ما میتونیم تو مارکت ببینیم؟ نه الزاماً. یعنی شما اگه مثلا تشبه روی MLS نمیبینین قیمت رو یه دفعه اینقدر دراپ کرده باشه، ولی توی نگوشیشن میبینین که بله به این نتیجه میرسیم. یعنی قیمت های ثبت شده نتیجه یه مقدار زیادی نگوشیشن هم هست. بله. بسیار عالی. جناب منصوری، حالا با توجه به این قضیه دوستان خیلی سوال میپرسن که حالا کسانی که دوست داشتن حالا یه جورایی جابجا بشن، یک جای جدید بخرن و تعویض بکنن حالا محل سکونتشون رو،
آیا هنوز هم با توجه به شرایطی که شما فرمودید و اینکه این رکودی که به وجود اومده، هنوز هم مردم دست نگه دارن تا اینکه ببینن یه مقدار بازار چطور میشه، یا اینکه دوباره فایل بکنن و آماده فروش و خرید بشن؟ والا من اگر کسی هم سوالی ازم بکنه، یه کلاینتی از این سوال ازم بکنه، قبل از اینکه جوابشو بدم یه مقدار مسائل شخصی خودشو احتیاج دارم بدونم. ولی بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنیم، میتونم بهتون بگم برای خریدارا که به نظر من زمان بسیار خوبیه، برای اینکه همونجوری که میدونید خریدار خوب زمانی که مارکت پایینه خرید میکنه، هرچند که به طور اوریج اتفاق نمیفته، ولی واقعا میتونم به جرئت بگم خریدار عاقل اینجور زمانا بهترین خریداشو میکنه. من الان کلاینت هایم که وضع مالیشون بهتره و نگرانی وامو ندارن که مبادا وامشون جور نشه و اینا، اکثرا دارن خرید میکنن، دیلای خیلی خوبی هم میگیرن چون که پول دستشونه و میتونن از این شرایط استفاده کنن. و واقعیت مسئله اینه که ما هممون بالاخره یه سری تجربه بیزینسی نه فقط توی ریل استیت، تو جای مختلف داشته باشیم، میدونیم شما بهترین دیلو کی میگیرید؟ زمانی که فروشنده میخواد بفروشه ولی خریدار کمه. بله. بنابراین شما میتونید الان بهترین بهره برداری به عنوان خریدار بکنید. من به تمام خریدارم پیشنهاد میکنم این عمل انجام بدن. من اصلا انتظار ندارم تاثیر کووید 19 انقدر شدید بمونه. حالا الان بیشتر از قبلا، دو ماه پیش یه مقدار خودم کانسرن برام به وجود اومد چون که ما زیاد این بیماری رو نمیشناختیم، هنوزم شناختمون ناچیزه، ولی نسبت به اولش الان شناختمون خیلی بیشتر شده. و چیزی که الان برداشتی که ما داریم اینه که همونجوری که روز اول گفتن، یه میکروب یه مثل میکروب آنفولانزا و سرماخوردگی متأخری قوی‌تر کار میکنه، ولی سیستم عملیاتیش همونه. یعنی این میکروب دائما تغییر شکل میده، حتی واکسنش هم که در کرد به همون دلیلی که واکسن آنفولانزا درد آنچنانی دوا نخواهد کرد. شما همیشه واکسن آنفولانزا رو میزنید ولی هنوز ساسپتیبل هستین که سرما بخورید. بنابراین این هم همونجوری خواهد بود. این میکروب همونجوری که الان فهمیدیم 7 نوعش تا الان پیدا کردن، تغییر شکل داده. حالا برای 7 نوعش هم واکسن بسازن دوباره دو نوع جدید میاد. بنابراین ما هنوز میتونیم بهش واگی داشته باشیم. بعد خودمون به جای ترس یه مقدار ملاحظه بیشتری بکنیم، دقت بیشتری در نظافت بکنیم. همون صحبتایی که همیشه برای رعایت بهداشت میکنن، اونا رو رعایت کنیم. ولی ما نمیتونیم زندگیمونو همینجوری تو خونه بگذرونیم، تو زندان خودمون نگه داریم. یه مدت کوتاهی من فکر میکنم همه برمیگردن. همونجوری هم که مطلع هستین، آقای داگفورد هم دیروز گفتن که به زودی دارن آزاد میکنن که بیشتر شغلا برگردن سر کارشون. از دیروز اناسمه شروع شده که تا آخر این ماه احتمال زیاد خیلی برمیگردن سر کار. بله. بعد پیش بینی شما برای بعد از این بازار این هستش که آیا دوباره برمیگردیم به اون شرایط خوب و ایده‌آلی که برای ریل استیت وجود داشت، یا اینکه منظورم اینه که مثلا مالتی آفر بشن کسانی که حالا یک پراپرتی رو واسه فروش گذاشتن، و یا اینکه نه خیلی اسلو خواهد بود؟ یعنی پیش بینیتون برای بعد از این قضیه چیه؟ من فکر میکنم رشدمون مثبت خواهد بود، ولی در وهله اولش انتظار مالتیپل آفرهای شدید مثل دو ماه پیش رو ندارم، مثل سه ماه پیش رو. چون که سه ماه پیش ما مالتیپل آفرهای قابل ملاحظه‌ای رو داشتیم میدیدیم که یه تحول جالبی بود برای سه سال گذشته، به خصوص از بالا، از به صدا قسمت نیو مارکت و آرورا و اینا بیشتر شروع شد که اومد به پایین. و دلیل اصلیش هم که خودم میبینم چرا از بالا شروع شد، برای اینکه دراپ قیمت ها در بالا توی نیو مارکت و آرورا و اینا بیشتر بود. بعد ریچمان هیل، یعنی ما مالتیپل آفرهایی که تورنتو داشتیم نسبت مالتیپل آفرهایی که تو آرورا و نیو مارکت داشتیم خیلی کمتر بود، برای اینکه قیمت ها اینجا بالاتره، ولی داشت میامد پایین. و تو ریچمان هیل مالتیپل آفرها شروع شده و تو تورنتو چند تا شروع شد که بعد این مسئله پیش اومد. لذا انتظار اینکه بلافاصله اون مارکت برگرده رو ندارم، ولی توی چند ماه آینده چرا بعید نمیبینم که همچین اتفاقی بیفته، چون که خیلی الان میخوان بخرن و بفروشن. بله خیلی متشکرم. البته سوالی هم الان به دست ما رسیده که شما حالا یه بخشش پاسخ دادین تو صحبتتون، مثلا اینکه شرایط الان به نفع فروشنده هست یا خریدار، که فکر می‌کنم بخشش رو توضیح دادین. اگر که نکته هست در این باره بفرمایید، در غیر این صورت من یکی دو مورد دیگر رو بپرسم. من یه نکته خیلی سریع توضیح بدم که به سوال دیگه برسیم، اینه که دوستانی که میخوان بخرن، پیشنهاد صمیمانه من بهشون اینه که هر چه زودتر، به خصوص اونایی که میخوان بخرن برای زندگی شخصی، هر چه زودتر خریدشون رو بکنن، برای اینکه اگر این آنسرتنتی که تو مارکت الان هست، چون فراموش نکنین سلرام یه مقدار کانسرن هستن که اگر این مارکت درست نشود چی میشه، به علت همین اونایی که مقدار پول احتیاج دارن بیشتر مایلن که راه بیان با خریدارها و اینو زودتر بفروشن ملکی که دارن. و این نکته بسیار خوبیه برای خریدارا، از این موقعیت بهره برداری کنن، خریداشون رو بکنن، چون که اگه شرایط مارکت شروع کنه به برگشتن دیگه این آنسرتنتی وجود نداره که سلر ازش بترسه. سلر میدونه امروز اگه نفروشه فردا گرونتره،
بنابراین اون نگوشیشن پاوری که الان خریدار داره دیگه نخواهد داشت. ولی خب به هر حال بعضی از دوستانم میپرسن که خب بعد از این شرایط و اینکه تا دوباره نظام اقتصادی برگرده سر جای خودش، مخصوصا حالا کسانی که در قشر متوسط جامعه، حالا کارمندان متوسط جامعه هستن، دوباره گرفتن یک وام براشون سخت خواهد بود به دلیل اینکه در این مدت بدهی‌های زیادی آوردن، در نتیجه میزان تقاضا ممکنه برای خرید کم بشه و از اون طرف فروشنده ها مجبور بشن یه مقدار کوتاه بیان و یا اینکه رشدی که قرار انجام بشه خیلی به کندی انجام بشه. آیا نظر شما همینه؟ ولی فرمایشو در مورد وام که غلط نیست، چون که بانک ها مسلما یه مقدار سخت خواهند گرفت که آیا اون شخص شرایط مالی داره که بپردازه یا نه. اگر طرف شغلش رو هنوز داشته باشه و درآمدش سر جاش باشه، فقط میزان بدهیش یه مقدار رفته باشه بالا، یه مقدار مسلما وام نسبت به قبل سخت‌تر شده. ولی یه چیز دیگه هم که ما باید در نظر داشته باشیم، این بانک ها هم دوست دارن به کلاینت ها وام بدن، اگه دست راهی که دارن پول در میارن. اگه وام ندن پولشون تو بانک نمیخواد نگه دارن. و اینجوری نیست که مشتری میخواد اونا نمیخواد، نه واقعیتشون اونا هم میخواد، منتها خب اونا بازیه خودشون رو میکنن که بتونن به بالاترین سکیوریتی برای خودشون نگه دارن، بالاترین بهره رو برای خودشون بگیرن دیگه. این بازیه هر بیزینسی هست، بانک هم دارن بازیه بیزینس خودشون رو میکنن. ولی این مسئله که آیا این وامو اگه گرفتیم بخریم یا نخریم، من دارم عرض میکنم 100% هر کسی شرایط وامش متفاوته، ممکنه یه سیب بتونه بگیره که نتونه بگیره. من الان مثلا یک دو تا بچه‌ای که در حال خرید بودن، اولین صحبتی که بهشون میکردم تو این شهر، اونه که وام لازم داشتن، اونه که وام ندارن که تونتون دارن کارشون انجام بدن، اونه که وام داشتن گفتن اول برین اپرووالو بگیرین، چون که بانک ها میدونم این روزه یه سخت‌تر میکنن، دقیقا به خاطر این فرمایش شما که چون که کوالیفیکیشن الان یه مقدار سخت‌تر شده. ولی نه، صرف نظر از اون مسئله، اگر وامشون جور میشه خریدشون رو به نظر من بکنن. بسیار عالی. و در نهایت سوال دیگه ای رو من از حضورتون بپرسم، الان در این شرایط با توجه به رکودی که ایجاد شده در بازار مسکن، آیا خرید برای ویلایی بهتره و صرف اقتصادی، یعنی از نظر اینوستمنت شاید بهتره، یا خرید آپارتمان بر اساس میزان افتی که این جفتشون کردن و حالا به هر حال دوباره از این حالت بخوان بلند بشن؟ قاعدتا فکر میکنم 100%. بله، قبل از اینکه مارکت خراب بشه، همونجوری که عرض کردم، رشد مارکت یه 46% بود که از این 46% 21%ش متعلق به کاندوها بود، 21.6%ش. و این خودش نشون میده که خب پس خونهای دیتش، ویلایا خیلی رشد بهتری داشتن. و رشدم خیلی، یعنی این دلیلم خیلی منطقیه. چرا؟ چون که 3 سال اینا پایین بودن قیمتاشون و در درست. طول این 3 سال کاندو در حال رشد. الان کاندوها اون عقب افتادگی که از سال 2012 تا 2016 داشتن جبران کردن، خیلی هم بیشتر شدن. لذا خرید دیتاش، یعنی ویلایه، به نظر من الان دیل بهتری میتونه باشه، گرانتد که شخص خریدار بتونه وامشو بگیره. چون که باید همیشه در نظر داشته باشیم وام گرفتن برای یه دونه کاندوی 600-700 تایی خیلی راحت تره تا برای یه خونه 1.5 میلیونی تا 3 میلیونی، هر چه قیمتش میخواد باشه. خب جناب منصوری، دقیقاً الان مشکل همینه. ببینید، با توجه به اینکه حالا قدرت خرید مردم بعد از این بحران یه مقدار کم خواهد شد و برای یه نفر شاید خیلی مشکل تر باشه 1 میلیون بتونه، یا حالا مثلا 700-800 هزار دلار بتونه وام بگیره و کارشو انجام بده و بتونه یه خونه ای رو بخره، ولی ممکنه با 400-500 تا بتونه یک کاندوی رو برای خودش خریداری بکنه، در نتیجه ممکنه میزان تقاضا واسه کاندو بیشتر بشه. آیا این باعث نمیشه که یه مقدار شاید یوهایی دوباره کاندو یه رشد دیگه ای داشته باشه به خاطر اینکه تقاضا زیاد میشه؟ فرمایش کاملا درسته، این اتفاق میتونه بیفته، برای اینکه توانایی های وامگیری چون که پایینه، مسلما هم این فرمایشی که گفتین اتفاق خواهد افتاد. هنوز خیلی ها توی همون بودجه 400-500-600 باید عمل کنن که obviously توی تورنتو اصلا زیاد نمیتونیم حتی فکرش هم بکنیم بتونیم خونه هم چیزی گیر بیارن، خونه ویلایی، یا باید شهرشون رو عوض کنن، برن شهرهای کوچیکتر اطراف، ایجکس، ویتپی، حتی تو آرورا هم الان نمیتونیم با این چیزا خونه گیر بیاریم. شاید یه تانهاس کاندو، تانهاس یه چیزی شاید تازه از 500 به بالا بشه گیر بیاریم. لذا اگر نمیخوان توی تورنتو یا ریچموند هیل، این نزدیکای تورنتو باشن، حتما باید یا بودجهشو داشته باشن یا اینکه برن سراغ کاندو. ولی اگر بودجهشو داشتن، بعد 100% ویلایی خرید بهتریه. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب منصوری، خیلی ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادید، سوالات دوستان رو جواب دادید. در انتها اگر فرمایشی دارید که نکته‌ای هستش که فکر می‌کنید به نفع دوستان هستش که به عنوان یک کارشناس از زبان شما بشنون، بفرمایید. در غیر این صورت که از شما خدافظی خواهیم کرد و دوباره در روزهای آینده حتما در خدمت شما خواهیم بود با آپدیت جدیدی که به وجود بیاد.
من دو نکته رو خیلی سریع خدمت دوستان عرض کنم. یه نکته که همیشه توی مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی میگم اینه که دوستان اگه کاری میخوان بکنن تشریف ببرن با یه متخصص صحبت کنن، هر کاری. حالا الان راجع به ریل استیت داریم صحبت میکنیم، ولی راجع به مورگش خواهد بود، راجع به کار وکالت خواهد بود، راجع به ایمیگریشن با متخصصش صحبت کنن، تا با دوستان نزدیک که مثلا میخوان کمک کنن. نیت اونا درسته، نیت خیلی خوبی دارن، ولی چون که تجربهشون ندارن بعضی وقتا یه راهنمایی اشتباهی میکنن که اون راهنمای اشتباه باعث ضرر بزرگی برای دوستانی که محتاج اون اطلاعات بودن خواهد. به چیز دیگه که میخواستم عرض کنم، اگر کسی برای نیاز شخصی، برای مصرف شخصی داره خرید میکنه، هر لحظه‌ای که میتونه وام بگیره، امروز در این لحظه که میتونه بگیره، به نظر من بره این کارو بکنه، برای اینکه همیشه بهم ثابت شده روز بعد از روز این سخت‌تر شده، یعنی خرید سخت‌تر شده. برای اینوستمنت خب شرایطو میتونیم بسنجیم. کسی که بیشتر تو فکر اینه که حالا من دارم دو تا خونه برای مصرف خودم دارم و نمیدونم اجاره هم دادم، حالا این سرمایه گذاری بعدی، اون فرق میکنه. برای کسی که میخواد بره بشینه توش، هیچ وقت نگران این نباشین که واسم فردا شاید ارزون تر بشه. برای اینکه فردا اگر ارزون تر بشه، ممکن دو تا قانون جدید بیاد که شما دیگه نتونین بخرید. برای این یکی از راهنماییه که خیلی دقیق میتونم برای دوستان به خدمتشون عرض کنم و مطمئنم هم اگه اینو گوش کنن برنده خواهم بود. بسیار عالی، خیلی متشکر. البته ما در انتها دوست عزیزی برامون نوشتن که مدت برنامه کم بود، کاش که یه برنامه کامل در این مورد بذاریم، که حالا از شما تقاضا میکنیم در فرصت آتی بتونیم خدمتون باشیم و بحث رو یه مقدار کارشناسانه تر واردش بشیم، بله، و به دیتیل بتونیم خدمت شما باشیم و سوالات دوستان رو جواب بدیم. خواهش میکنم، باعث افتخار من بود، خیلی خوشحال شدم. انشالله که همیشه سربلند بشید. قربان شما، ممنون از شما، خیلی متشکر از شما و وقتی که به ما دارید. خدا نگهدار. قربان شما، خدا نگهدار. خب جناب آقای سیاوش منصوری، کارشناس املاک از تورنتو، روی خط برنامه زنده امروز داشتیم.